ولی احمد ابن الحسن ایشون دیگه چه صیغه‌ایه؟ ایشون کیه؟ برای ما روشن کنید. ها ایشون پسر امام زمانه. انشالله امام زمان ازدواج کرده است و 100 تا پسر هم داشته باشد. همه شون هم اینجا ردیف باشن. تو روشون میگیم ما منتظر شما نیستیم. ما کاری به شما نداریم. دوران غیبت امور ما دست کیه؟ فقها. دوران حضور خود امام زمان. شما چه نقشی دارید؟ کی هستید؟ نه یه روایت دارد که حالا میخونم براتون. یه روایت دارد که بعد از امام زمان امور دست پسرشه. خب بسیار خوب، انشاءالله بعد از امام زمان امور دست پسرش باشد. خب امام زمان که هنوز نیمده. تو چقدر عجله داری، دفتر و دستک و تشکیلات و هنوز آقا نیمده که فوت بشه، که شهید بشه، که بعد نوبت به تو برسه. تو چرا اینقدر از خود آقا عجلت بیشتره؟ روایتش یه این روایت. هر کس بحث یمان به اصطلاح ما با بعضشون بحث کردم دیگه، شده کی هستی؟ یمانی. دیگه پسر امام زمان هستم. بسیار خوب. دیگه احمد بن حسن هستم الحمدلله. دیگه به اصطلاح سفیر آقام هستم. این چهار تا. خب دیگه هرچی عناوین خوب را و هیچ کس نمیگه من دجال هستم، من صوفیه اینه نمیگه، فقط عناوین خوب. بسیار به یکیشون گفتم تو یک روایت ولو ضعیف برام بیار که در آخر الزمان ما یه مجموع العناوین داریم. یعنی چی؟ بله یمانی و بله اینم نمیدونیم کیه. خب یه بحث عقایدی را بر روایتی که سندش مشکل داره. گفت نحن لا نؤمن بعلم الرجال انها بدعه. گفتم علم رجال؟ گفت بدعته. گفتم اگر بدعته چرا روایت را از شیخ طوسی نقل میکنی؟ شیخ طوسی بدعت گذاره، 4 تا کتاب رجالی داره، چرا نقل میکنید؟ و کسی دیگه هم نقل نکرده اینو. این یکی دیگه. حالا نگو علم الرجال، بگو علم النساء. خوبه؟ عقل تو چی میگه؟ میگه هر حدیثی رو قبول کن. گفت بله. گفتم پس چرا کتاب روایت بخاری رو قبول نمیکنید؟ چرا روایت مسلم رو قبول نمیکنید؟ چرا فقط روایت اهل بیت قبول میکنید؟ همه روایت. الان این روایت از نظر سند مشکل داره، ولی روایت رو بذاریم کنار هیچ به اعتقادات ما لطمه نمیزنه، چون 12 امامی هستیم و 10 روایت راجع به ائمه 12. حالا اینم بذاریم کنار هیچ خللی ایجاد نمیشه. گفتم بسیار خوب، بفهمم ببینم که این روایت میگه که نقش پسر امام زمان کی شروع میشه؟ اذا حضرت هن وفات. گفت بله. گفتم که هنوز که آقا نیمده، کی بیاد؟ الله اعلم. وقتی هم بیان چقدر میمونن؟ الله اعلم. هنوز نه آمدنشون مشخصه، نه مدت حکومتشون. خب ایشون از کجا راه رسیده است که من پسر آقا هستم و نمیدارم باید خب باش پسر آقا باش، آقا زاده هستش داشته باشه، کاریت نداره، کاری به ایشون نداره. زمنم شما فقط این حدیث رو گرفتید، عرفت حبطت شیئن و غابت عنک اشیاءو. خب احادیث دیگه ای ما داریم که امام زمان وقتی که بیان هستن تا 40 روز قبل از قیامت. من این بحث کردم حکومت های بعد زمان رو سایت من هم هست و چاپ هم شده است، ببینید. و شیخ مفید همینه میپذیره، تبرسی همینه میپذیره. میتونید روایات نمیدونم 12 مهدی و اینا، نه روایت ثابت نیست و بنده تحقیق کردم ضعیفه، یک دونه که اندازه سند اعتبار نداره، 3-4 تا بیشتر نیست، سندش هم مشکل دارد. روایت چی؟ مهدیینه
بعد از امام زمان. مهدی این توسه بعدیتش هم به معنی بعدیت رتبیه، نه بعدیت زمانی. مرحوم حره عاملی تصریح میکن. پس این روایت با ده ها روایت معارضه که بعد از امام زمان دیگه حکومتی نیست. حالا از فرزند امام زمان باشد یا از غیر فرزند باشد. فرض کنید حکومتی باشد. البته این با رجعت منافات ندارد. رجعت در دوران امام زمانه. ده ها روایت ما راجع به رجعت داریم. اما آیا رجعت ائمه برای حکومته؟ برای تشریفات اهمیت دادن حکومت امام زمان است؟ یا برای امر دیگه است ما نمیدونیم. عد رجعت از مسلماته. هیچ جای بحث نیست. و ادامه حکومت امام زمان تا نزدیک قیامت منافات با رجعت ندارد. خب از همه اینها بگذاریم. شما میفرمایید بعد از امام زمان این 12 تا هستن؟ این 12 تا کیان؟ معصومن یا معصوم نیستن؟ اگر معصومن پس ما میشیم چند امامی؟ بسیار امامی. پس دیگه نگید ما شیعه هستیم. شما جزو شیعه نیستید. شیعه یعنی شیعه اسم عشق ما اسم عشق هستیم. پس شما خود این مذهب دیگه ای دارید. نگید ما شیعه هستیم. و اگر بگید نه اینا معصوم نیستن الارضو بله خلت من حجه جزء اعتقادات ماست که لا تخلو الارض من حجه اینا رو بیاید جواب بدید